أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوی پروا پیشه کردن سفارش می کنم. زندگی همه ما انسان ها لحظه به لحظه در معرض ضرر، زیان، آسیب و خطرهای جسمی و فکری و اعتقادی است. تنها عاملی که ما را می تواند محافظت کند تقواست. هم آیات قرآن و هم کلمات حضرات معصومین به این نکته توجه عمیق و جدی را داشتن و فرمودن تقوا را حفظ کنین و با تقوا خودتان را از همه زیانها محافظت کنید، همه درها را پشت سر بگذارید و به در سلامت با تقوا خودتان را برسانید. امید است که هممان به این نکته توجه کامل داشته باشیم. قبل از اون که بحث خطبه اول که بررسی تاریخ از منظر قرآن هست مطرح بکنم و در خطبه دوم ولادت کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها را داریم، مطالب را در این موضوع هم خدمت شما مهمانان حضرت حق به عرض برسانم و موضوعات اجتماعی را از باب وظیفه در خطبه دوم ذکر خواهم کرد. قبل از این موضوعات عرض میکنم که دو جمعه توفیق حضور در سنگر نماز جمعه را نداشتم. نائب الزیاره شما عزیزان در حرم امام رؤوف عالم دودمان رسول الله حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بودم و همینطور صبح روز چهارشنبه که از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با خواندن زیارت وداع عازم شهر و دیار و مادر و وطن شدم، نائب و زیاره و دعاگوی عزیزان بودم. خدا را بر این ارتباط و بر این باور شاکر و سپاسگزارم.
از شما عزیزان، از علمای بزرگوار و زحمتکشی که مراسم نماز جمعه را با جد و جهد یاری کردند و در واقع برپا کردن، از ستاد، از همه مؤمنون و مؤمنات تشکر میکنم. الحق و الانصاف، این برنامه و این فریضه و این در واقع محفل و مجلس قطعا یکی از نفحات و برکات الهی است که خداوند نصیب همه ما و شما کرده. امید است که به توفیقات همه شما عزیزان خداوند علی اعلی بیفزاید. طبق معمول در خطبه اول موضوع را دنبال میکنیم و مطرح میکنیم که هم با قرآن انسمان بیشتر شود و هم بخشی از مسائل اجتماعی و زندگی من را در واقع بهبود ببخشد و به سمت کمال و در واقع ارزش و اخلاق و عزت ما را این مباحث در سطح کلام و در سطح جامعه انشاءالله برساند. یکی از موضوعاتی که در قرآن مطرح است موضوع تاریخ بشریت است، تاریخ انسان هاست، تلخی ها و شیرینی هایی که در زندگی بشر وجود داشته و ما می توانیم با مطالعه تاریخ در مسیر حرکتمان از تلخی هایی که بشر گرفتار بودن، از تخریب ها، از بیرحمی ها، از ناملایمات مسیر حرکتمون را دور کنیم، به سمت شیرینی، به سمت آبادی، به سمت اخلاق حرکت اجتماعی را تنظیم کنیم، شاهد خرابی ها نباشیم، شاهد به هم ریختن تمدن ها و پیشرفت ها نباشیم. با استفاده از تاریخ اون نکات مثبت را پیدا کنیم و سرنوشتمان را به شکل جدی با استفاده از تاریخ مدیریت و برنامه ریزی کنیم. برای این که بحثمان با قرآن آغاز شود و این نکته را نمازگزاران عزیز توجه دارند که قرآن موضوع خاص ندارد، اما همه موضوعات را پوشش می دهد. هر تر و خشکی در قرآن پیدا می شود. قرآن در آیات مختلف خودش افراد را ترغیب می کند و تشویق می کند به سیر در زمین، به حرکت در زمین، مسافرت. گاهی هم ممکنه انسان مسافرت نرود، از خانه خودش، از محل زندگی خودش تاریخ بشریت را مطالعه کند، نگاه بیندازد، با خواندن، با تحقیقات، با بررسی ها. می فرماید قل سیرو فی الارض فانظر کیف بدا الخلق. در زمین حرکت کنین، ببینین خداوند چگونه زندگی را، خلقت را آغاز کرد. در آیات متعدد مخصوصا در سوره مبارکه غافر آیه 21 می‌فرماید چرا در زمین سیر نمی‌کنید؟ افلم یسیروا فی الارض، چرا در زمین گشت و گذار نمی‌کنید؟ تا بنگرید سرنوشت آنان که پیش از آنها بودند چگونه شد. فینظر کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، اونایی که قبل از ماها بودن هم قدرت بیشتر داشتن، هم امکانات بیشتر داشتن. کانو هم اشد من هم قوتن و آثارن فی الارض، اما
خدا اینها را به خاطر گناهانشون گرفت، مؤاخذه کرد. فأخذهم الله بذنوبهم، و کسی نمیتواند در مقابل برنامه خدا مانع ایجاد کند. و ما کان لهم من الله من واق. این آیه یک حرکت جدی و یک برنامه کلان را برای استفاده از تاریخ زندگی جوامع برای انسانها، برای اصلاح جامعه مطرح می کند. همونطور که همه آیات عمق داره، باطن داره، باطنش باطن داره، این آیه هم از همین قبیله. خیلی نکته و خیلی ظرایف و دقایق در این آیه وجود دارد. غرض این است که خداوند به ما انسان ها، به همه انسان ها این مطلب را بازگو می کند که از تاریخ استفاده کنید. کلمه عبرت که معمولا باید از تاریخ عبرت بگیریم، در لغت به معنای تأمل کردن در احوال است، دقت کردن در احوالات افراد و ملت‌ها و کشورها و در واقع جمعیت هاست. اما در قرآن وقتی کلمه عبرت مطرح می شود به معنای پند گرفتن است. ما باید از تاریخ پند بگیریم، از زندگی هایی که پشت سر گذاشتن و خودمان پشت سر گذاشتیم عبرت بگیریم. اگر عبرت نگیریم در حقیقت ضرر کردیم. امیر بیان، قرآن ناطق، امام سفیدرویان می‌فرماید ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت زیاده اما عبرت گرفتن کم است. و اقل الاعتبار، ما از تاریخ، از حرکاتی که پشت سر گذاشته ام و گذاشته ایم باید استفاده کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن و نکته بسیار مفید و محوری را حضرت اشاره کردن و بیان کردن. فرمودن وقتی جنازه ای را حمل میکنن، اذا حملت جنازتن، خب ما در تشییع جنازه حضور داریم، فکن که انک انت المحمول، فکر بکن که تو را دارن تشییع میکنن، رو دوششان گرفتن. یا در وسیله نقلیه من و شما را گذاشتن دارن حرکت میدهن. او که انک سألت ربک الرجوع الى الدنیا لتعمل. وقتی آدم از دنیا میره خیلی کارهای نابسامان داره. آدم وقتی مسافرت میره یک لحظه متوجه میشه چقدر کارهایی بوده که باید سامان میداده. حالا این مسافرتی که احتمال برگشتنش فراوانه، اما تشییع جنازه وقتی بدن ما را حمل میکنن دیگه برگشتی در کار نیست. گویا من و شما را تشییع جنازه میکنن. فنظر مازا تستعنف، اگر اون میت را از جنازه و از حمل و از حالت تشییع برگردن چگونه برنامه هاش جدی میگیره. حضرت میفرماید شما هم اینطوری فکر کنید. تاریخ برای این است که ما برای حرکت آیندهمان آمادگی پیدا بکنیم. قرآن لحظه به لحظه برای اصلاح زندگی کلان بشر فرمول میدهد. و کلا نقص علیک من انباء الرسل. وقتی ما تاریخ خوب میخوانیم اثرات داره. و پیغمبر ما آخرین پیامبر است. یکی از مطالبی که در قرآن مطرح است، پیامبر وقتی تاریخ انبیای گذشته را در نظر می گرفت،
باعث استحکام قلب پیامبر میشد. و کلا نقص علیک من انباء الرسل، اخبار انبیای گذشته را به پیغمبر ما بازگو میکردن. چرا؟ برای که یا رسول الله قوت قلب بگیری. نوح را چقدر اذیت کردن، نتیجه چی شد؟ موسی، عیسی، سایر انبیا علیهم صلوات الله اجمعین چقدر شکنجه کردن، اما اینها شکست نخوردن. یا رسول الله تاریخ بخوان، از نکات تاریخی برای استحکام قلب و هدف و باور استفاده بکن. این مطالب مخصوص کسانی که نماز جمعه هستن نیست، به همه داره درس میده، به حکومت ها، به قدرت ها، به تجار، به دانشمندان، به آحاد اقشار جامعه. از گذشته ها بیاین عبرت بگیریم. چی شد؟ چه کردن؟ ما باید چه کار کنیم تا آسیب هایی را که دیگرا دیدن نبینیم، تا فرمول های موفق و قابل استفاده و بی عیب و نقص را مورد استفاده و بهره برداری قرار بدهیم. یکی از آثار خواندن تاریخ، دقت به تاریخ، استحکام قلب و در واقع محکم شدن حرکت سالم و بی عیب انسان است. دوم، اراده انسان را قوی می کند، تصمیم انسان را جدی می کند. و جا اکفی هازه الحق، برای انسان های مؤمن پند است. یه لحظه این نگاه کنیم، اونهایی که از قدرت خوب استفاده نکردن، از جوانی خوب استفاده نکردن، از موقعیت ها خوب استفاده نکردن، ما با استفاده درست از این موقعیت ها، از هر امکاناتی که در اختیارمون داریم، یک نوع پند و عبرت باید بگیریم. برای مؤمنین مثل نماز، که خواندن نماز ما را به یاد خدا می اندازد، اقم الصلاة لذکری، تاریخ نوع یادآوری است، نوع تذکر است. یکی از نمونه های بزرگ تاریخ انبیای الهی، عبرت از داستان حبوط حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاه و السلام است. نخستین بشر متمدن و عاقل که از سوی خداوند و دستور خداوند بر روی کره زمین آفریده شد، پدر همه ما انسان ها حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و علیه الصلاه و السلام بود. که در این موضوع مطالب زیاد است، فقط نکته ای را اشاره بکنم. خداوند حضرت آدم را با برنامه هایی که برایش در نظر گرفت، با عنوان جانشین خودش بر روی زمین آفرید. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند در خلقت و قرار دادن آدم در روی زمین هدفش این بود که آدم جانشین خدا باشد. ببینین، از این نکات باید استفاده کرد. اگر فضای نماز جمعه با تجارب، با در واقع معنویت و شرایط ویژه‌ای که داره نبود، نمیشد این مطالب را انتقال داد. خب یکی از برنامه‌هایی که در خلقت حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاه و السلام در تاریخ مطرح است، اعتراض ملائکه است. وقتی خداوند قضیه خلقت و جانشینی حضرت آدم مطرح کرد، قالو، ملائکه ها گفتن، اتجعل فیها من یفسد فیها، خدایا کسی را در زمین قرار میدهی که دست به فساد بزنه و یسفک الدما، خون بریزه، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک،
ما تسبیح میکنیم، ما تقدیس میکنیم. پاسخ خداوند این است: انی اعلم و ما لا تعلمون. من چیزی را میفهمم که شما ملائکه ها نمیفهمین. در این جریان خدا میخواهد استعداد انسان ها را در مقابل فرشتگان به نمایش بگذارد. در بعضی از روایات داریم وقت جوان عذب غیر متأهل یا کسی که در شرایط سخت و خلاصه تحت فشار نیروهای جوانی قرار داره در مقابل نامحرم قرار میگیره، خب طبعا جنس مخالف انسان به او علاقه دارد، اما در مقابل نامحرم، در مقابل گناه، این جوان مقاومت میکنه. نگاه به نامحرم را برای رضای خدا رها میکنه، حرام را ترک میکنه. روایت داریم خدا به ملائکه ها میفرماید من به این جوان در مقابل شما افتخار میکنم. انسان یک موجودی است که میتواند به اونجا برسه. خداوند به ملائکه ها میفرماید من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. خب بیاییم از این تاریخ عبرت بگیریم، قضاوت عجولانه نکنیم، بی تحقیق با شتاب قضاوت نکنیم. اینی که به ما دستور دادن با قرآن آشنا شوین، خب کار ساده ای نیست. یک ظرفیت لازم است که ما از جریان خلقت حضرت آدم، اعتراض فرشتگان، پاسخ خداوند به اینجا برسیم. بگذاریم جریان روشن شود، از بطن ماجرا آگاه شویم، اون زمان شروع کنیم به قضاوت کردن. در روایات هم داریم عجله از شیطان است. مسئله دیگری که در تاریخ حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و علیه الصلاه و السلام مطرح است، مسئله نفخ روح است. یه نکته معرفتی عرض بکنم، طبق معمول خلاصه طولانی نشود. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، وقتی کالبد آدم را آماده کردم، بعد این پیکر، این بدن مادی که مهم نیست، اونه که خلیفت الله را عرضه می کند، اون روح الهیست که در وجود ابوالبشر و همه انسان ها دمیده شد. و نفخت فیه من روحی، نفخ به معنای دمیدن هوا در داخل جسمی است. شما وقتی یک پفک و بادکنک رو میگیرین، داخلش با فوت کردن هوا داخل میکنین، اینو میگن نفخ. اما در آیه شریفه به این معنا نیست. ایجاد خلق به وسیله خداوند در وجود آدم است. همون روحی که خدا میفرماید قل الروح من امر ربی. حالا مفسرین مسلمان جهان اسلام، اهل تشیع و اهل تسنن، وقتی مسئله خلقت روح را درباره حضرت آدم مطرح میکنند، مطالب بسیار عمیقی را اینجا وارد میشوند و بررسی میکنند. فهی الروح المخلوقه التي خلق الله خلقها الله و اجراها في الانسان فقعوا له ساجدين. بعد از اونه که خدا اون روحی را که روح مخلوق خداست، او را خلق کرد و در وجود انسان قرار داد، اونجا بود که ملائکه ها سجده کردند در مقابل آدم، اما شیطان نکرد. ابلیس زیر بار این دستور الهی نرفت.
ما بیاییم با استفاده از این نکته یک مسئله مهم را پیدا کنیم، اونی که باعث شد شیطان رانده شود اون استکبار است. برترخواهی، برتربینی، خودش را بالاتر دانستن، خب این نکته ایست که از این تاریخ می شود استفاده کرد. وجود نازنین امیر بیان، سردار سخن، امیر المومنین در مذمت تکبر فرمودن فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. عرض کردم در اینجا عبرت به معنای پند گرفتن است. فرمود که از ماجرای ابلیس پند بگیرین. اذا احبت عمله الطویل، اون عمل طولانی و تلاش بزرگش را از دست داد. و کان عبدالله 6000، حضرت فرمود که 6000 سال شیطان خدا را عبادت کرد. لا یدرا امن سنی دنیا امن سنی الاخره. حالا معلوم نیست این 6000 سال سالهای دنیا بوده یا سالهای آخرت. حضرت فرمود ان کبر ساعتن، یه لحظه خودش از دیگرها بالاتر دانست. در جامعه انسانی تکبر جایگاه نداره، خود را بالا دانستن جایگاه نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما بیاییم از تاریخ به این اشکال استفاده کنیم، بهره ببریم. آثار مخرب و منفی تکبر را از زبان قرآن کوتاه عرض بکنم و خطبه اول را به پایان برسانم. یک، باعث خروج از بهشت شد. فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها. نمیشه ما اهل تکبر باشیم انتظار بهشت داشته باشیم. نادیده گرفتن نشانه های قدرت خداوند. وقتی انسان متکبر میشه نشانه های قدرت خدا را نمیبینه، در واقع چشمش در مقابل حقیقت تار میبینه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. اونهایی که در زمین دنبال خودخواهی، تکبر، برتری هستن، حقایق را نمیبینن. سومین اثر منفی، جرأت ایستادگی در مقابل خداوند و تهدید بندگان خدا. گاهی انسان به جنگ با خدا میره، او زمانی که بندگان خدا را تهدید میکنه. چهارمین اثر و زیانی که تکبر اگر سراغ انسان بیایه، انسان گرفتار می شود، تحقیر دیگران است. به عنوان یک نسخه شفا برای همه بشریت و مردم کشور و سرزمین خودم، این نکته را از قرآن عرض می کنم، حرف من نیست، دیگران را نباید تحقیر کرد. برای یک زندگی قرآنی و الهی و به نمایش گذاشتن جانشینی خدا باید دیگران را تکریم کرد. چقدر پیغمبر ما زیبا ما را تربیت کرد و راه را نشان داد. فرمود اکرمو کریم کل قوم، بزرگ هر جمعیت را احترام کنیم. ای به خاطر این است که جامعه درست شود. حرکت اجتماعی ما، حرکت هدفمند، حرکت اصلاحی و عزت و اقتدار آفرین شود. علی کل حال یکی از آثار مخرب اجتماعی تکبر همین است که
انسان دیگرها را تأخیر می کند و نتیجه این اثرها و این خرابی ها مستحق شدن نفرین و عذاب و لعنت الهی است. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. امید است که با استفاده از مطالعه تاریخ و نکاتی که باعث بصیرت و هدایتمان بشود برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر همه را بالاخص خودم با رعایت تقوا پروا پیشه کردن تذکر می دهم. امروز جمعه، روز اول ماه ذی القعده است. ماه ذی القعده به شکلی مربوط میشه به عالم دودمان پیامبر حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا. اولین روز این ماه که امروز است مصادف است با ولادت فاطمه معصومه، خواهر آقا و مولامان علی ابن موسی الرضا. یازدهم این ماه ولادت خود اون بزرگوار است و 23 این ماه قطعا روز زیارتی مخصوص آقا امام هشتم است و بر روایتی روز شهادت اون بزرگوارم هست. و آخرین روز این ماه مصادف است با شهادت میوه دلشان حضرت جواد الائمه علیه السلام. و 25 این ماه دهو الارض است. در بین موضوعاتی که مربوط به ماه ذی القعده می شود، مسئله مهم که امروز بیشتر در خطبه دوم او را مطرح میکنیم، شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها است که عالم بزرگوار جناب آقای مصباح هم در صحبت‌های قبل از خطبه ها نکات ارزشمند را مطرح کردن. جالب است بدانین حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 173 قمری در مدینه دیده به جهان گشودن پدر بزرگوارشان امام هفتم حضرت موسی بن جعفر است. مادرشان خانم است به نام نجمه که به دلیل قداستشان به او خلاصه طاهره هم می گفتن. فاصله ولادت امام رضا برادر پدر مادری حضرت معصومه با حضرت معصومه دقیقاً 25 سال است. یعنی امام رضا متولد سال 148، حضرت معصومه متولد سال 173.
25 سال نجمه خانم دیگه اولاد نیاورد. این در حالی بود که امام صادق، نکته بسیار مهمه، علیه السلام قبل از ولادت امام هفتم از ولادت حضرت معصومه خبر داده بودند و با اون خبر دقیقی که داشتن انتظار ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها را میکشیدند و در چنین روزی 25 سال بعد از ولادت امام رضا حضرت معصومه سلام الله علیها متولد شدند. با مطالب خلاصه پراکنده ای که عرض کردم خوشحال هستیم که در چنین روزی در این مراسم ارزشمند و معنوی از شخصیت مثل حضرت معصومه سلام الله علیها صحبت میکنم و بیشتر خوشحالم که در روزهای گذشته توفیق زیارت این بیبی را غیر مترقبه خدا روزی من کرد و به همه شما عزیزان در اون بارگاه با عظمت دعا کردم و زیارت و نیابت انجام شد. خوب است من نکته ای را عرض بکنم، حالا که الحمدلله در اثر تلاش و پیگیری و مقاومت شما مردم این زمینه فراهم است، این ظرفیت به وجود آمده، در یک فضای بزرگی مثل این مصلا ما از شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها صحبت بکنیم. این برای نسل امروز ما، برای جامعه ما، زنان ما، مردان ما تأثیرات عمیق داره. خب یکی از جریان‌های واقعی دنیا فرزندان ائمه معصومین است. ما 14 معصوم داریم، خب اینا فرزند داشتن. پیامبر درسته قبل از رحلتشان فرزندان پسرشان از دنیا رفتن، اما فرزندان دختر پیامبر بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین فرزندان زیادی داره. آقا امام مجتبی، امام حسین علیه السلام، یکی از راه‌های تحصیل معرفت آشنایی با اولیای الهی است، با کسانی که مورد لطف و عنایت ویژه خداوند قرار گرفتن، چی با عنایت تفضلی یا با اکتساب فضائل. ما امامزاده زیاد داریم، در یک تقسیم بندی می توانیم امامزاده ها را به 5 گروه تقسیم بکنیم. عده ای از فرزندان ائمه بودن، فرزند امام بودن، اما قدر نداشتن، حرمت نداشتن. ما در تاریخ فرزندان ائمه جعفر کذاب رو داریم، قدر و منزلت نداره. دسته ای هستن قدر و منزلت دارن ولی گمنامن، شناخته شده نیستن. دسته ای هستن هم قدر و جلال دارن و هم معلومن، مزار دارن، زیارتگاه هستن. اما دسته چهارم کسانی هستن که در این حالی که قدر و جلال و منزلت دارن به ما دستور دادن برین به زیارتشان، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی که در ری مزار اون بزرگوار است. اما ما امامزاده هایی داریم بالاتر از این 4 گروه. گروه پنجم، حضرت معصومه سلام الله علیها از اون دسته است. 3 امام، عزیزان دقت کنند، در معرفی حضرت معصومه فرمودن منزارها، دقت، وجبت له الجنه. کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها را زیارت بکنه بهشت برایش واجب می شود. در بعضی از عبارات داره تدخل و شیعتی به اجمعین یا به اجمعیم، زیارت حضرت معصومه
اونچنان ظرفیت داره که با شفاعت این بیبی همه دوستان اهل بیت می توانن بهشتی شوند. شاید نیازی به یک تحلیل داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این شخصیت رو برین بشناسین، تأثیر کنین، از مسیر حرکتش حرکت کنین. درسته یک دختری است که قبل از ازدواج از دنیا میره، پدر در زندان است، از برادر حمایت میکنه، برای دیدن برادر مسافرت رو آغاز میکنه، نتیجه رحلت و فوت و ارتحال در قم و امروز همون گونه که مجری عزیزمان فرمودن درهای بهشت وقتی معرفی میکنن در روایات، قم بخشی از اونهاست. امروز اگر شاهد این تحول عظیم و این ظرفیت کلان در قم هستیم، حضور حضرت معصومه سلام الله علیها است. فرصت ایجاب نمیکنه من خیلی وارد این موضوع شوم. در عظمت حضرت معصومه سلام الله علیها همین بس که امام معصوم علیه الصلاه و السلام به ما دستور میدهد برین به زیارتش، همون گونه که دستور داریم بریم به زیارت حضرت ابوالفضل علی اکبر علیهم الصلاه و السلام و این گونه زیارت نامه بخوانیم. السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، تا میرسی به اون بخشایی که مخاطب انسان خود حضرت معصوم سلام الله علیه است. شما در قم وقتی تشریف ببرین در قبرستان شیخان، شخصیت‌های بزرگ دفنن، زکریا ابن آدم قبرش در قمه، کسی است که از مدینه تا مکه در کجاوه و همسفر امام هشتم بوده، کسی بود که وقتی میخواست از قم مهاجرت کند امام رضا فرمود نرو بمان، ان الله یطفع بک البلا، به خاطر حضور تو در قم خداوند بلا را از مردم دفع میکنه. ابن قولوه قمی رحمت الله علیه امثالهم در قبرستان شیخان در قم دفنن، اما حضور حضرت معصومه سلام الله علیها به قدر تابناک است، شعاع این نور به اندازه بالاست که همه این شخصیت ها تحت شعاع هستند. هر زائر می رود اول زیارت حضرت معصومه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه. دوستانی که قم تشریف بردن قبر ایشان را در حرم حضرت معصومه حتما دیدن و دوستانی که بعدا هم انشاءالله موفق می شوند به این نکته توجه کنند. ایشان وصیت نامه نوشتن و فرمودن که مرا در اینجا دفن کنین، فقط فرمود انگیزه ام اینه که قبر من زیر قدم های زوار عمه ام حضرت معصومه سلام الله علیها باشه. این عظمت هست، این بزرگی است. وقت آیت الله بروجردی زعیم حوزه علمیه قم بود، از شاهزادگان عربستان کسی قرار شد به قم بیاید برای ملاقات و در واقع هم کلامی و هم صحبتی با آیت الله بروجردی. ایشان فرمود که برنامه را تغییر بدین نیاید. شخصیت ها گفتن آقا چرا مخالفت میکنین؟ خلاصه این شاهزاده از عربستان میایه، موقعیت کلانی داره، بالایی داره، با شما ملاقات میکنه. ایشان فرمود همه اینا رو میدانم و بالاخره مکه و مدینه برای ما محترم است، اما گفت برای یک نکته من این ملاقات رو نمیپذیرم. گفت اون آقا وقتی میایه من میدانم به دیدن من میایه، به زیارت حضرت معصومه نمیره و برای من پذیرفتنی نیست که یک
شخصیتی بیاید اول به زیارت حضرت معصومه نرود به دیدن من بیاید. اینا عظمت هایی است که در وجود با برکت حضرت معصومه سلام الله علیها نهفته است. کنگره ای برای حضرت معصومه برگزار شده بود، یک جمله ای و یک نکته ای را یکی از شخصیت ها گفتن، این به عنوان ایدی امروز برای شما عزیزان عرض میکنم و خدا را سپاسگزار هستم که امروز توفیق حضور در این جمع نصیبم شد. انشاءالله در این لحظات این مصلا قطعه از حرم حضرت معصومه باشه. در اون صحبت اون دانشمند گفت که دنیایی که دم از حقوق زن میزنه، دم از احترام به دختر میزنه، مخصوصا اروپا، بگین بیاین ببینین در کجای دنیا شما میبینین برای یک دختری که 26 سال یا حد اکثر 28 سال بیشتر عمر نکرده یک چنین بارگاهی ساختن. این همه شخصیت در آستانه او قدم میزنن و قلم میزنن و سخن میگوین. اینا رو باید دنیا با چشم دل ببینه. این همون شخصیت است که وقتی مردم آمدن مدینه امام هفتم مسافرت بود، شخصیت ها سوالات داشتن، آقا در سفر بود، با خودشان سبک و سنگین کردن، گفتن خب ما نمیتونیم بیش از این چند روز بمانیم، سوالاتشان رو نوشتن دادن داخل خانه و حرم حضرت کاظم علیه السلام. حضرت معصومه همه سوالات خوندن و پاسخ همه سوالات دادن. وقتی برمیگشتن در مسیر را وقتی با آقا امام کاظم برخورد کردن، ماجرا را تعریف کردن، حضرت فرمودن بدین بخوانم ببینم چی جواب ها براتان نوشتن. وقتی سوالات خواندن، جواب ها را مطالعه کردن، فرمودن فداها ابوها، پدر فدای این دختر. دیدگاه اهل بیت به دختر اینه. حالا بعضی ها شاید به این فکر بیفتن که همه اینها تفضله. درسته، دختر امام بودن، خواهر امام بودن، عمه امام بودن، اینا فضل است، اما بخشی از شخصیت حضرت معصومه اکتسابات حضرت معصومه است. عرض کردم مگر همه فرزندان ائمه اینجوری بودن؟ عرض کردم نه، خیلی از این فضائل را حضرت معصومه کسب کردن، صبر را کسب کردن، عبادت را حضرت معصومه خودشان کسب کردن. عزیزان وقتی تشریف میبرن قم، محله است به نام میدان نور، مدرسه است به نام خانه نور، بیت النور. میگویند این بیت النور در اون 17 روز یا 16 روزی که حضرت معصومه سلام الله علیها در قم تشریف داشتن، چنان مشغول عبادت بودن که اون نقطه مشرف شد و مفتخر شد به بیت النور. عبادت یک جریان اکتسابی است. عفاف امروز یکی از راه‌های هجمه دشمن به کشورهای اسلامی و جامعه اسلامی مسئله بی‌حجابی است، مسئله بی‌عفتی است. مشکل کلان در کشورهای اسلامی و در جهان بشر. بی بی در اوج عفاف زندگی کردن، مثل زینب کبرا سلام الله علیها که مورخین نوشتن ما زنی را با حجاب تر از زینب سلام الله علیها ندیدیم. و به همین مناسبت یکی دو نکترم عرض کنم. وقتی دختری متولد می شود در خانه انسان، روایات اسلامی داریم
ناودان از رحمت خدا به خانواده باز می شود و جریان پیدا می کند. تولد دختر ناودان از رحمت خدا به سوی خانواده معرفی شده. مثل مردها دختران می توانند به مدارج کمال دست پیدا کنند و این مدارج را بپیمایند. تجلیل اسلام از جایگاه دختر و تأکید بر لزوم توجه و محبت و اکرام آنان منحصر به این موارد نیست. همه خوبی ها را می توانیم با تربیت درست دخترانمان به دست بیاوریم. توجه اسلام به آموزش و رشد معنوی دختران کمتر از توجه اسلام به رشد و آموزش مردان و پسران نیست. اگر پیغمبر اسلام فرمودن طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، این مسلم در این روایت جنس است، هم شامل زن می شود و هم شامل مرد می شود. اگر فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد در نهج الفصاحه از سخنان پیامبر، باید مسلمانان در همه دوران عمر خود دنبال تحصیل علم باشه. تقطیع و تنقیص از این روند به ضرر جامعه اسلامی و کشور و آحاد ملت است. گرامی می‌داریم این ولادت را، امیدواریم که با تأسی به اخلاق حضرت معصومه سلام الله علیها جامعه انسانی و اسلامی مدارج کمال و پیشرفت را بپیمایند. آخرین نکته‌ای را که عرض می‌کنم مسائل اجتماعی کشورمون هست. خیلی کوتاه عرض کنم، فرصت کوتاهی را که دارم پیرامون اوضاع جاری کشور به اختصار نکات را عرض بکنم. خب خیلی از کشورها تنوع زبانی دارند، زبانهای مختلفند در یک کشور، اقوام مختلفند، نژادهای مختلفند. این تنوع زبانی، تنوع در واقع ملیتی میتواند یک ظرفیت برای پیشرفت، اقتدار و در واقع رشد جامعه باشه. اما گاهی میبینیم در بعضی از کشورها از جمله افغانستان این تنوع زمینه بعضی از چالش ها را فراهم کرده. من به عنوان یک عاشق این سرزمین، فرزند این مرز و بوم و یک سرباز پا به کفش و موزه حمایت و حفاظت و حراست از این سرزمین، در این فضای اطراگین این نکته را عرض میکنم. ما بیاییم با مدیریت درست از تاریخی که پشت سر گذاشتیم برای ملت سازی از تنوع قومی و زبانی استفاده کنیم. من در آغاز تحول و حاکمیت امارت اسلامی این نکات عرض کردم، امروز هم مثل همه جمعه ها در ادامه اون هدف بزرگ بر روشنگری میپردازم. ما بیاییم از توطئه ها جلوگیری کنیم. اگر تشنج در بدخشان به وجود می آید این توطئه است. اگر در میدان وردک این مسائل پیدا می شود اینا توطئه دشمن است. نمی خواهند یک افغانستان آباد، مستقل، امن داشته باشیم. باید راه های مبارزه و مدیریت را پیدا بکنیم. راهش چیه؟ ای برادر، تو همان اندیشه ای با فکر می توانیم اینها را مدیریت کنیم. اولین نکته ای را که باید عرض بکنم، ما باید حس یک ملت بودن را داشته باشیم. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! اجازه بدین
عنصر ملت شدن چیست؟ حس همسرنوشتی. تمام مردم افغانستان باید این حس در وجودشان احساس کنند، لمس کنند که سرنوشت همه ما یکیست. همه ما اگر فقیر باشیم فقیریم، اگر در امنیت هستیم در امنیتیم، اگر وضعیت مالی و رشد اقتصادی داریم باید همه حس کنند. این راه ملت سازی است. اون خبیث غیر مسلمان در دوران جمهوریت به رخ مردم ما کشید، گفت افغانستان نمیتواند پروسه ملت سازی را ایجاد بکند. ما امروز با عنوان یک سرباز این سرزمین، سرباز صحنه فرهنگ و بیداری، راه های ملت سازی را مطرح میکنیم. یکی از راه های ملت سازی چیست؟ اعتماد ملی. اعتماد ملی زمینه ساز وحدت ملی است. این ظرفیت در همه جا هست، در مکاتب ما، در پاهنتون ها و دانشگاه های ما، در وزارتخانه های ما، در مجموع، در حکومت. حکومت باید طوری برنامه ریزی بکند که مردم اعتماد ملی رو حس کنن، خودشان در تصمیم گیری ها ببینن، در آینه کشورداری تصویر همه باید دیده شود. این میتواند زمینه ملت سازی و حس همسرنوشتی را زنده کند و پویا کند. نکته دوم ساختار و سازوکار حکومت است. وقتی در ساختار حکومت اراده و تصمیم و طرح آحاد ملت دیده شود، صلاحیت و اختیارات در تعیین و در برنامه ریزی در اختیار همگان باشد، انسان خودش سهیم میبینه. مثل یک مهمانی وقتی آدم اونجا طرح داره، مثل یک ساختمانی که وقتی آدم در اونجا طرح داره، اختیار داره، خودش در اونجا صاحب میدانه. ما امیدواریم که در توزیع منابع قدرت و در برنامه ریزی آحاد ملت سهیم باشه و این میتواند این توطئه هایی را که امروز ما شاهدش هستیم همه اینها را خنسا کند. و اگر بی‌توجهی شود، یقیناً آسیب و زیان و ضرر سراغ جامعه ما خواهد آمد. ناامنی روح و روان جامعه را به چالش می کشد و سبب خیلی از مشکلات می شود. ما امیدواریم با عنوان یک طرح این مسائل نه از اینجا، از جای جای کشور و از سنگرهای بیداری و هوشیاری برای روشن شدن مطرح شود و انشالله مورد توجه و قبول دلسوزان به این سرزمین و مسئولین قرار بگیرد. خدایا کشور ما را روز به روز آبادتر و ملت و مردم ما را با همدیگه مهربانتر بگردان. فرج آخرین ذخیره‌ات برسان. ما را قدردان همه نعمات و برکاتت بیش از پیش قرار بده. گرفتاری های همه مسلمین، مخصوصا مردم مظلوم فلسطین، ملت افغانستان، همه مظلومین عالم برطرف بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.